سلام و شبتان بخیر و بازار امشب از سلو نیوز خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها، فراهمسازی زمینه سرمایه گذاری برای جوانان. یک شرکت خدمات مالی برای سرمایه گذاران جوان و جوانان زمینه های سرمایه گذاری در بازارهای سهام جهان را فراهم ساخته است. ما صرف عرضه خدمات بر مشتری های ما میکنیم. مشتری های ما را دایرکت به استاک جهانی یا مارکت جهانی وصل میکنیم. واگذاری پروژه تولید برق حرارتی شبرغان. پروژه تولید برق حرارتی از گاز شبرغان به یک شرکت خصوصی داخلی واگذار شد. تولید برق در دستگاه در مزار شریف در ولسوالی دیدادی اعمال خواهد شد. در فیز اول، البته که پیشتر عرض کردم، ظرفیت 52 مگاوات است. نامزد نشدن قالین افغانستان در رقابت در نمایشگاه دومتکس. صادرکنندگان قالین افغانستان میگویند نامزد نشدن قالین افغانستان در نمایشگاه دومتکس اثرات منفی بر بازار فروش خارجی قالین کشور خواهند داشت. ناوقت اقدام شد و اداره انکشاف صادرات متاسفانه کارمندانش قراردادی است که هر سال تبدیل میشه و اونان تجربه کافی نداشتند. با شکایت از کمبود برق در هلمند، شماری از باشندگان شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند از کمبود برق شکایت دارند. نرگس موسوی هستم با مشروع خبرها. نامزد نشدن قالین افغانستان در رقابت بهترین قالین جهان در نمایشگاه دومتکس اثرات منفی بر بازار فروش خارجی قالین کشور خواهد داشت. شماری از صادرکنندگان قالین افغانستان میگویند امسال قالین افغانستان به علت بی‌توجهی اداره انکشاف صادرات از رقابت با قالین‌های جهان باز مانده و این کار برای بازار قالین کشور در کشورهای غربی اثرات منفی خواهد داشت. از سوی وزارت تجارت و صنایع میگوید که بازرگانان قالین در معرفی قالین‌هایشان برای رقابت در این نمایشگاه تأخیر کردند. قالین هایی که در رقابت های نمایشگاه دومتکس در آلمان جایزه گرفتند بیش از 9 قالین بودند که قالین های ایرانی، هندی و ترکی مشمول آن هاست. اما این شرکت قالین داخلی که به هدف رقابت های جهانی قالینش را برابر با معیارهای جهان تهیه کرده بود، نتوانسته است این قالین را در این نمایشگاه رونمایی کند. مسئولان این شرکت میگویند که این قالین از همه قالین هایی که جایزه گرفتند و مقام بهترین قالین ها را به دست آوردند بهتر است. ما هیچ گونه ایمیلی دریافت نکردیم، ولی فکر نکنیم که دوستایی که قدیما در دومتکس اشتراک کردن اونا هم ایمیلی دریافت نکردن، چون حتما یا چی مشکل بوده و من نمی‌فهمم که انکشاف صادرات البته خبر نبودن چه رقم. با باور صادرکنندگان قالین، برنده شدن جایزه بردن در نمایشگاه دومتکس آلمان سرنوشت قالین افغانی را در بازارهای جهانی کم از کم تا یک سال دیگر تعیین می‌کرد. اما امسال با وجود تمام آمادگی ها و اطمینان که داشتند، صادرکنندگان قالین از این دستاورد باز ماندند. یکی از قالین های افغانستان که با استفاده از رنگ گیاه های موجود کشور مزین شده است، قرار بود که در رقابت های بهترین قالین جهان نامزد شود. این قالین بافان با انتقال از وزارت تجارت و صنایع میگویند که در قبال پیشرفت صنعت قالین کشور بی پرواست. قبلا باید فیس پرداخت شود، بعدا هم قالین برشان ارسال شود که متاسفانه افغانستان نداشت. امسال ناوقت اقدام شد و اداره انکشاف صادرات متاسفانه کارمندانش قراردادی است که هر سال تبدیل میشه و اونان تجربه کافی نداشتن. از سوی هم وزارت تجارت و صنایع علت کوتاهی در این بخش را به دو شرکت های می اندازد که قرار بود قالین هایشان را بر رقابت بگذارند. سخنگوی این وزارت میگوید که بازرگانان شرکت های قالین کشور نتوانستند قالین هایشان را به موقع به این وزارت معرفی کنند. باید اونا قبل از قبل از تاریخ اول نومبر 2017 اونا قالین های خود و یا خواهان اشتراک می شدن، اما متاسفانه اینا بعد از او تاریخ مراجعه کردن، چون وقتی که بر ما تایم داده میشه پیش از او ما بر از او تماس گرفتیم تا اول نومبر 2017 وقتش بود که کسایی می خواهد قالین های خود به رقابت بگذارد باید ثبت می کردن که این کار صورت نگرفت. مرکز قالین و فرش افغانستان یکی از 11 شرکت افغانی است که در نمایشگاه دومتکس آلمان شرکت نموده بود و توانسته است به ارزش بیش از 1 میلیون دلار سفارش های قالین را از استرالیا، ایالات متحده آمریکا و شمار از کشورهای اروپایی به دست آورد. اما مسئولان این مرکز میگویند که هدف اساسی شرکت های افغانی برای شرکت در این نمایشگاه معرفی بهترین قالین های بوده است که از ماها برای بافتان کار کرده بودند و اگر این قالین ها بر رقابت گذاشته می شدند به عنوان بهترین قالین جهان برگزیده می شدند. محمد رضا عطایی عضو هیئت مدیره انجمن تولیدی و صادراتی قالین افغانستان
کابل با ما بر بحث بیشتر هستن. آقای عطایی خوش آمدین. علت نامزد نشدن قالین افغانستان در رقابت بهترین قالین های جهان در چی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنام با یاد خدا با عرض سلام خدمت شما و تمام بینندگان محترم تلویزیون طلوع نیوز، خدمت شما مختصر معرفی دارم از شرکت تولیدی علی زبی صداقدر میدید که در سال 2000 میلادی تأسیس گردیده و تا فعلا به صدها هزار متر مربع قالین های مرغوب با دیزاین های مختلف تولید و بیرون از کشور صادر نموده است. و به جواب سوال شما عرض است که کمکاری و کم توجهی از انکشاف صادرات بوده که دوستای ما دست‌اندرکارای قالین با تلاش و کوشش شبانه روزی خود قالینا را تهیه کرده بود که متاسفانه با کمکاری که داشتن نتونستن قالین ها را. خب حالا وزارت تجارت میگه که علت دری بوده که بازرگان نتونستن به وقت موقع از او قالین ها را معرفی کنه، شما چقدر ایره میپذیرین؟ این برای ما قابل قبول نیست حرف، به خاطر از اینکه ما تقریبا از نمایشگاه دیموتکس تا نمایشگاه دیموتکسی که امسال برگزار شد تمام دوستای ما تلاش کردیم قالین های مرغوب با دیزاین های مختلف تهیه نموده بودیم که این کمکاری را ما به انکشاف صادرات میبینیم، نه به دست‌اندرکارهای شرکت های قالین. سال گذشته که در رقابت شرکت کرده بود قالین افغانستان نامزد شده بود، در کدام رده قرار گرفت؟ پار سال در رده دوم قرار گرفت و سالهای قبلی بر رده های اول، دوم و سوم قرار داشت که از جمله ما میتونیم که شرکت آجی صاحب نبی که در سالهای گذشته مقام اول گرفت از جمع انجمن قالین تولیدی و صادرات قالین افغانستان بودن. حالا این نامزد نشدن در رقابت بهترین قالین جهان چه اثرات رو میتونه برای بازار فروش در بازارهای خارجی قالین افغانستان داشته باشه؟ این نتیجه از این برای بازار بیرونی ما یک نکاس بسیار منفی داره، به خاطر ما نتونستیم یک قالین که مرغوب بود از افغانستان معرفی کنیم و به سطح دنیا او را بتانیم به مقام های برتر برسانیم. چقدر این قالین های افغانستان که در به خاطر این رقابت آماده شده بود و یا در این نمایشگاه به نمایش شده بود با معیارهای جهانی برابر بود؟ قالین افغانستان شما بهتر میفهمین که در سطح دنیا از نام بسیار بلندی، از شهرت بسیار بلندی برخوردار است و از دیزاین های بسیار مرغوب و از رنگ های مرغوب طبیعی استفاده شده که در دنیا بسیار معروف است. و اگر ما این قالین های که امسال به رقابت میگذاشتیم قطعا مقام های اول و دوم کسب میکرد. چند نوع قالین قرار بود شما به رقابت بگذاریم؟ چند نوع قالین ها بودن؟ دیزاین های مختلف بود از سبک های مختلف که قالین های قزاق ما نام گرفته میتونیم، قالین های چوب رنگ است که از رنگ های طبیعی خود افغانستان از رنگ طبیعی استفاده میشه و دیزاین های مختلفی که ما کوشش کردیم سر از کار کرده بودیم به نمایش میگذاشتیم و به رقابت میگذاشتیم. بهترین بازار فروش برای قالین های افغانستان کدام کشور است؟ کدام کشور بیشتر تقاضا میکنه؟ تقاضا کننده قالین های دستبافت افغانستان مثل کشور امریکا است، مثل کشورهای اروپایی است، مثل کشورهای آسیایی که همانند چین و هندوستان و دبی می باشه، یا مصرف کننده زیاد داره. کاربار قالین در داخل افغانستان چطور است و فروش در داخل خود بازار داخلی چطور است؟ متاسفانه در داخل افغانستان به علت نبودن اقتصاد خوب چندان بازار خوبی ما نداریم و نمیتونیم قالین های دستبافت افغانستان که از شهرت و آوازه خوب برخوردار است به فروش برسانیم. خب نمایشگاهی که برگزار شد چقدر اثرگذار بود بر خاطر بازاریابی برای قالین های افغانستان؟ در امی نمایشگاهی که در امی آخر برگزار شد، نمایشگاه دوموتکس، چقدر اثرگذار بود؟ نمایشگاه ها در مجموع اثرات خوبی داره، ولیکن ما خواهش ما از دست‌اندرکاران محترم، از شخص جلالت ماب محترم رئیس جمهور و جلالت ماب محترم وزیر تجارتی است که جاهای مشخص
و نمایشگاه های دائمی را که ما بتانیم از او استفاده برای سند قالین، برای صادرات قالین استفاده کنیم بگیره. به خاطر که ما در نمایشگاه هر وقتی که شرکت کردیم، در نمایشگاه دیموتکس یا در نمایشگاه امریکا یا در نمایشگاه آسیایی همانند چین و هندوستان و دبی، در 3 روز یا 4 روز نمایشگاه ما نمیتونیم مالا را 100% به فروش برسانیم. و خواهش ما ای است، تقاضای ما از دولت ما ای است که با در نظر گرفتن جاهای مشخص، با گرفتن نمایشگاه دائمی در امریکا و در اروپا و در آسیا همانند چین که بازار خوبی داره، ما بتانیم صادرات تولید افغانستان به نمایش بگذاریم و یک دستاورد خوب داشته باشیم تا مصدر خدمت به همشهریان محترم و مردم عزیز خود شویم. حالا مهمترین چالش هایی که صدرهای صنعتکاران قالین از طرف افغانستان چی است؟ مشکل عمده ما تقریبا نبود امنیت است و نبود نمایشگاه دائمی در بیرون از افغانستان می باشه. و مشکل عمده ما که فعلا سر راه ما است، صادرات پشم خام قالین افغانستان است. از شما صادر می کنید؟ که 30% نیازمندی ما را مرفوع می سازه و متبقی 70% پشم خام ما از دولت های عربی وارد افغانستان می سازیم و از او استفاده می کنیم. تشکر از شما. تشکر. و این هم بهای مواد خوراکی در بازارهای پایتخت. پنجا کیلوگرم آرد 1160 افغانی، 1 لیتر روغن 85 افغانی. یک کیلوگرم شکر 40 افغانی، 1 کیلوگرم برنج سیلی اول 100 افغانی. و 1 کیلوگرم چای 280 افغانی. تا لحظات دیگر. تلاش شرکت برشنا برای حل مشکلات صرفی برق. شرکت برشنا میگوید که برای حل مشکلات صرفی برق میان افغانستان و ترکمنستان تعرفه جدید تعیین خواهد شد. پروژه منطقه‌ای برای ثبات در افغانستان و منطقه بسیار مهم است و باید این پروژه ها افزایش یابد. معاون انسجام امور دولت در اداره امور ریاست جمهوری میگوید که در دیدار اخیر هیئت سازمان ملل متحد روی تحرک اقتصادی اخیر در کشور حمایت شده است و در این نشست روی افزایش همچون پروژه های منطقه‌ای تاکید شده است. و میگوید که سرعت کار عملی شدن این پروژه ها نه تنها برای افغانستان بل برای منطقه مهم است. تمام مملکتایی که اینجا آمده بودن ثبات افغانستان به نفع ثبات در منطقه و خصوصا ثبات افغانستان با ثبات آسیای مرکزی و پروژه های بزرگ منطقوی را که حکومت افغانستان به تعرق آورده در 3 سال گذشته روی از او تمرکز بود و تاکید روی از این بود که پروژه بیشتر اقتصادی که به نفع شهروندای کشورهای منطقه و افغانستان است رویش کار صورت بگیره، که دو بخش پروژه تاپیل داریم، کاسه گزار است، خط ریلی که در آقینه رسیده و خط ریلی که حال در پلان است که مزار شریف امرای ایران وصل میکنه، امرای ایران چین از وصل میشه امرای ایران و رای لاجورد و کوریدور هوایی امرای هند. یعنی یک تحرک اقتصادی اما جانبه در منطقه به وجود آمده که روی از او تاکید شد که باید بیشتر توسعه پیدا کنه، چون خود انکشاف و خصوصا رشد اقتصادی در منطقه مستقیم میتونه که روی بدامنی یا روی مسائل امنیتی هم تاثیر مثبت را داشته باشه و او را بتونه به یک جهت بهتر یا مثبت‌تر تغییر بدن. چیز دیگه را که شاهد بودیم از جلسه که در شورای امنیت برگزار شده مورد آسیا مرکزی و افغانستان، از سال 2002 به این طرف
برداشتی است که و خود در ملل متحد ما در منطقه جانم که افغانستان یک بار دیگر به مو جدیت و به مو قاطعیت که جهان سرش استاد بود و برنامه های ملی افغانستان را که به نفع ثبات در منطقه و مبارزه با توریسم است او را حمایت میکنند. افغانستان یک بار دیگر به محوریت منطقه و جهان قرار گرفته و روی مسائل افغانستان با جدیت کامل هم همکاری میشه، همکار میشه. این حال کار باید شوایی است که همکاری مردم افغانستان باید موجود باشه و همکاری سیاسی ما شما که چیزی که ایجاد شده، تحرک که ایجاد شده یا محوریت را که حکومت افغانستان تانسته از سیاست های خوبی را که در 3 سال گذشته داشته اونمو را ما شما بتانیم به یک نتیجه مثبت برسانیم تا یک زندگی مرفه و آباد را بر هموطنان خود و بر خود داشته باشیم در افغانستان. و پروژه‌ای را که حکومت افغانستان و تعرق آورده بود به همکاری مملکت‌های منطقه و جان تنها به نفع افغانستان نیست. واضح است که نفع افغانستان بر حکومت افغانستان اولویت داره، منافع ملی افغانستان و این پروژه او پروژه‌ای هستند که بر ممالک که در این پروژه دخیل میشن برشان منافع بسیار زیادی را دارند و ممالک یا اشخاصی که مخالف از این پروژه حرف میزنن یا ایستاد میشن در حقیقت بر مردم خود و بر شهروندان کشورهای خود یا اگر در افغانستان هم ما مخالفی نظیر داشته باشیم بر از اونها جز تبایی دیگه چیزی رو نمیبینن. پروژه توسعه است که میتونه که مردم از فقر بکشن، بر مردم کار پیدا شه در منطقه و خصوصا در افغانستان هم و همچنان روی امنیت و مسائل امنیتی و یا هم تاثیر مثبت را داشته باشه. و به خاطر که اجماع موجود است حکومت افغانستان برنامه انکشافی را که داره خصوصا برنامه بزرگ انکشافی منطقه‌ای که است و پروژه بزرگ در تطبیق از او یک اجماع مجموعی وجود داره برای که او پروژه باید تطبیق شود و به نفع کلگی است و تمام ممالک منطقه تشویق میشه که در این پروژه سهیم باشند تا از او منفعتش برای شهروندان از او کشورها هم برسه و محور اساسی برنامه انکشافی و برنامه سیاسی و امنیتی که حکومت افغانستان داره اونمو است و سر از او برنامه یک اجماع عمومی وجود داره. شماره از باشندگان شهر لشکرگاه هلمند از کمبود برق در این شهر شکایت دارند. این باشندگان میگویند که از 2 هفته بدین سو در 24 ساعت تنها 1 ساعت در روز برق دارند. در همین حال مسئولان شرکت برشنا در شهر لشکرگاه کمبود برق را در شبکه این شهر میپذیرند و آن را با توقف کار یک توربین در بند برق لشکرگاه پیوند میدهند. شمار از باشندگان شهر لشکرگاه میگویند که از 2 هفته بدین سو در 1 شبانه روز تنها 1 ساعت برق دارند. آنان با انتقاد از مسئولان شرکت برشنا میگویند که در حل مشکلات کمبود برق در شهر لشکرگاه کم توجهی میکنند. نه در چه هم رسیده نه در دکتر داده حکومتی چارواک پیدا حکومتی تعمیر داده پاره برق رسیده مرکونه دیر کمزوری سویدی و راست کی 1 ساعت نیم ساعت برق است اگم داده اوبو داده پاره کرایلا کی کرایلا نکی تقریبا دایوامی از شلش بیه بنزوی شپی کیلی چه برق پر مخ بانی کاتا دی تخصصی ما دولتی است که ابو وظایف یا وظیفه‌ای که دارم با مو وظیفه خود توجه کنه و مشکلات مردم رو مد نظر در همین حال مسئولان شرکت برشنا در هلمند میپذیرند که به علت کاهش سطح آب در بند برق کجکی و توقف کار یک توربین در این بند هلمند با کمبود برق روبرو شده است. آنان میگویند که تلاش دارند به زودی این مشکل را برطرف سازند. درو توربینان څخه یو توربین اواریز لري چې انشاءالله په نن سبا کې به هغه ورغه ولسی زموږ فنی او مسلکي انجینران لیر ساحوس رسیدلی دي کار پر شروع دي او برق دغلا زکم دي اوبو د اوبو سطح هم کم ده. در همین حال شمار از اعضای شورای ولایتی هلمند با نگرانی از مشکلات در توربین های که تازه در این بند بازسازی شدند میگویند که در زمان عملی شدن این پروژه از کار شرکت پیمانکار نظارت جدی نشده است. در پر هلمندیانو بند حساب و چه هلمند در پر در کجکی بند جوریجی او اغا چه مسارب چه پر کجکی بندی سوی پر هلمندیانو بند حساب و خوالی پا کپی اندازه بندی چه در سهی نیدی جور سوی زکر چه حال تا نظارت کول زمرد ولایتی شورا چه دخل بود خواه چه حال تا ولایتی داری چه نظارت پا درست شکل بندی نو و ظرفیت تولید برق بند کجکی در هلمند 51 مگاوات است که در حال حاضر 25 مگاوات برق آن به کندهار می رفت و 14 مگاوات دیگر آن به شهر لشکرگاه توزیع می شد. اما گفته می شود که متباقی
12 مگاوات برق این بند به ولسوالی های شمالی هلمند انتقال می یافت. مسئولان شرکت برشنا می گویند که اکنون مقدار تولید برق این بند کاهش یافته است. شرکت برشنا می گوید که برای حل مشکلات روی صرفه برق میان افغانستان و ترکمنستان تعرفه جدید تعیین خواهد شد. سخنگوی این شرکت می گوید زمان پیمان خرید انرژی برق از ترکمنستان به پایان رسیده است و قرار است که بر صرفه برق وارداتی ترکمنستان با این کشور تجدید نظر شود. از سوی هم شماری از اعضای مجلس نمایندگان و آگاهان امور اقتصادی از مشکلات در پیمان های برق وارداتی انتقاد می کنند و می گویند در این پیمان ها حکومت باید جلو اضافه ستانی های صادر کنندگان برق را بگیرد. ترکمنستان با آغاز سال روان میلادی پس از بلند بردن بهای برق صادراتیش به افغانستان از 2 سنت به 4 سنت و موافقه نمودن افغانستان این برق را قطع کرد. پس از آن شرکت برشنا از تمدید آن تا 1 ماه دیگر تا پایان مذاکرات خبر داد. سخنگوی شرکت برشنا تاکید بر تجارتی بودن این موضوع دارد و میگوید در مذاکراتی که در جریان هستند و پیمان جدیدی که بسته خواهد شد هر دو کشور منافع خود را در نظر میگیرند. مذاکرات در سطح حکومت، در سطح هیئت بلند رتبه حکومت جریان دارد، فیما بین دولتین، و قرار است یک هیئت بلند رتبه به سطح حکومت با ترکمنستان بره و قبل از میاد ختم شده به یک فیصله نهایی قیمت برق برسند. از سوی هم شمار از اعضای مجلس نمایندگان و آگاهان امور اقتصادی از کوتاه مدت بودن برنامه ها و راهبردها در بخش واردات برق انتقاد می کنند. آنان می گویند تا زمانی که افغانستان یک کشور وارداتی در این بخش باشد با مشکلات قطع برق و افزایش تعرفه ها روبرو خواهد شد. استراتژی های کوتاه مدت حکومت هم سبب میشه که در واقع کشورهای دیگر از افغانستان منافع بیشتری ببرند. چگونه میشه که ما وقتی که قرارداد کلان بسته میکنین، چرا ما قرارداد در طی چندین سال، 10 ساله، 20 ساله او قرارداد منعقد نکنین و در او قرارداد باید همو سابسیدی یا بلند رفتن برق هم در نظر گرفته بشه. هر کشور، هر پدی بازار میخواد منفعت خود به دست بره. امروز ما نمیتونیم که ترکمنستان ما مقصر بدانیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونها بازار مطالعه میکنن، بیرون رفته برنامه‌ریزی مشکلات اقتصادی خود مطالعه کردن و تصمیم میگیرن که ما در برنامه‌های مفاد کلی ما در کشور خود چی باید کرد. بر بنیاد اطلاعات شرکت برشنا در حال حاضر افغانستان از کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و ایران به گونه مجموعی بیش از 800 مگاوات برق وارد میکند که 80% برق کشور را تشکیل میدهد. هرچند از بلند بودن بهای این برق به گونه میانگین با در نظر داشت 15% مفاد شرکت برشنا در حدود 9.5 سنت تمام میشود، انتقادهای وجود دارند، اما شرکت برشنا میگوید که بجز از ترکمنستان در حال حاضر با هیچ کشور دیگری مذاکرات بر سر قیمت برق جریان ندارد. در حالی که مقام ولایت لغمان از توزیع بذرهای اصلاح شده و کود کیمیایی به پیمانی وسیع در این ولایت خبر می دهند، شماری از کشاورزان این ولایت از این روند انتقاد می کنند و می گویند در شماری از بخش های ولایت لغمان کشاورزان از این کمک ها محروم ماندند. آنان می گویند در سالهای پسین کشاورزان تلاش هایشان را برای کشت و کار افزایش دادند، اما حکومت در این بخش حمایت لازم از آنان نمی کنند. زمین های وسیع و سبز ولایت لغمان. کشاورزان لغمان فراورده های گوناگون را به ویژه سبزی ها را همسالات تولید و به بازارهای لغمان و دیگر ولایت های کشور عرضه می کنند. آنان می گویند برای افزایش فراورده هایشان نیاز به کمک های حکومت به ویژه توزیع تخم های اصلاح شده و کود کیمیایی دارند. اما این کمک ها به گونه درست در این ولایت توزیع نشدند. دلته پیاز کې نو دغه پیاز رسیدګه تقریبا په 3-4 میاشتې کې مونږ ته چا د سره او د تخم کومک موکه چې نه شوې مونږ ته دا ګټه نه ده شوې تر اوسه پورې چې مونږ ته نه پم ورکړې ده او نه پارو ورکړې ده مونږ ته او مونږ خواهش کوو چې مونږ ته پم ورکړي او د سرم ورکړي او مونږ ته کومک وشي. در همین حال شمار از اعضای شورای ولایتی لغمان نیز از حکومت میخواهند که به بخش های از این ولایت که از کمک ها باز ماندن توجه جدی نماید. در اتون کې فصل کې د لغمان د ولایت د بزګرانو لپاره د هر رنګه زراعتي تخمونو زراعتي معیاري کود په رابطه مواد ورته مهیا شي تر څو پورې لغمان بزګران په دې رابطه د خپل د نورو ولایتونو سره همجوار ولایتونو سره ښه شان وترځي کی. از سوی دیگر سخنگوی والی لغمان از بیشتر بودن کمک های امسال حکومت به کشاورزان این ولایت سخن میزند. د اوبو د تنظیم په کارونده کې د اوبو د تنظیم او همدارنګ د شنو او سړو خونو د جوړیدو په برخه کې دلته ډیر زیات پراخ کار شوی دی.
از سوی هم کشاورزان لغمان نبود بازارهای مناسب فروش را یکی دیگر از چالش‌های فراراهشان میگویند. آنان میگویند که به همین علت سالانه فرآورده‌هایشان را ناگزیرند با بهای ناچیز به فروش برسانند. این هم بهای نفت و گاز مایع در بازارهای پایتخت. یک کیلوگرم گاز مایع 58 افغانی، یک لیتر پترول 46 افغانی. با یک لیتر دیزل 46 افغانی. تا لحظات دیگر. فراهمسازی زمینه سرمایه گذاری برای جوانان. یک شرکت خدمات مالی برای سرمایه گذاران و جوانان کشور زمینه های سرمایه گذاری در بازارهای سهام جهان را فراهم ساخته است. با ادامه بازار دوباره خوش آمدید. سرخط خبرها یک بار دیگر. فراهمسازی زمینه سرمایه گذاری برای جوانان. یک شرکت خدمات مالی برای سرمایه گذاران جوان و جوانان زمینه های سرمایه گذاری در بازارهای سهام جهان را فراهم ساخته است. ما صرف فرضه خدمات بر مشتری های ما میکنیم. مشتری های ما را دایرکت به استاک جهانی یا مارکت جهانی وصل میکنیم. واگذاری پروژه تولید برق حرارتی شبرغان. پروژه تولید برق حرارتی از گاز شبرغان به یک شرکت خصوصی داخلی واگذار شد. تولید برق در دستگاه در مزار شریف در ولسوالی دیدادی اعمار خواهد شد. در فیز اول البته که بیشتر عرض کردم ظرفیت 52 مگاوات است. نامزد نشدن قالین افغانستان در رقابت در نمایشگاه دومتکس. صادرکنندگان قالین افغانستان میگویند نامزد نشدن قالین افغانستان در نمایشگاه دومتکس اثرات منفی بر بازار فروش خارجی قالین کشور خواهند داشت. نوخت اقدام شد و اداره انکشاف صادرات متاسفانه کارمنداش قراردادی است که هر سال تبدیل میشه و اونا تجربه کافی نداشتن. با شکایت از کمبود برق در هلمند، شماری از باشندگان شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند از کمبود برق شکایت دارند. یک شرکت خدمات مالی برای سرمایه گذاران و جوانان کشور زمینه های سرمایه گذاری در بازارهای سهام جهان را فراهم ساخته است. شرکت خدمات مالی ویژن که نزدیک به یک سال می شود در افغانستان به کار آغاز کرده است، تا کنون بیش از 5000 حساب برای شهروندان افغان باز کردند و این افراد همه روزه با بکارگیری از سهولت های این شرکت در بازار ارز، فلزات نجیبه و نفت در بازار سهام جهان با شیوه برقی داد و ستد می کنند. در همین حال بانک مرکزی می گوید که به شرکت خدمات مالی ویژن تنها جواز عدم اعتراض فعالیت دادند. شرکت ویژن نخستین شرکت خدمات مالی در کشور است که برای دسترسی عام مردم و بازرگانان به سرمایه گذاری در بازارهای جهان زمینه سازی کرده است. طریقه سرمایه گذاری در ارز، نفت و فلزات نجیبه که بیش از 38 نوع شاخص بازارهای مالی جهان را مشمول می شوند با فراگیری آموزش های اولیه از داد و ستد در این بازارها آغاز می شود. رسالت ما برای مشتری های مایی است که ما مشتری ما را درست تعلیم میتیم، درست آموزش میتیم، صحیح راه را برش نشان میتیم. در پلوی از اینکه ما مشتری ما آموزش میته، ما برای مشتری ما تحلیل روان میکنیم. گفته می شود که با بکار شدن این شرکت از همه بیشتر جوانان و کسانی که دانش کافی از بازرگانی آنلاین ندارند به این تجارت پرخطر رو آوردند. احمد ولی لباس دوز و فارغ صنف 12 مکتب است. وی میگوید که پس از فراز و نشیب های زیادی در سرمایه‌اش، اکنون سرمایه‌گذاری‌اش مفادزا شده است. یعنی زیاد به دانش اقتصاد زیاد ربطی نداره. یعنی فقط یک کمی به موبایل دسترسی داشته باشیم، یک کمی به اینترنت، یعنی کار پیش برده میتونیم.
اما با این همه بانک مرکزی هرچند وجود همچو شرکت ها را برای ایجاد جای کار و نیز افزایش سرمایه گذاری ها در کشور سودمند می داند، اما می گوید که به علت نبود لایحه در این بخش تا کنون نتوانستند به این شرکت جواز کار بدهد. مخکې داسې و چې یو مرز دې دپاره معلوم نه و، مثلا کولی شي هر څوک هر څومره پانګه اچونه چې وغواړي وکړي. موږ حد اعظمي پانګه اچونه په دې کې د سل زره ډالر څخه اوچته اجازه نه ده ورکړې. سکرینا همه برای کسان هستن که میخواین بفهمند که هر لحظه چقدر تغییر در قیمت های شاخص ها میه، دی بورد مکمل دیده میشه بر روی سکرین که بیش از 38 شاخص جهانی است که باید در سه بخش در او سرمایه گذاری شود و این شاخص در اینجا در روی سکرین نشان میده که هر لحظه قیمت ها در تغییر است و مثلا قیمت فروش و قیمت خرید خود از این شاخص است، این هم تفاوت زیر نشان میده و مقدار سرمایه گذاری که چقدر سرمایه گذاری میشه. بازارهای مالی جهان بزرگترین بازارهای سرمایه گذاری ها در جهان است و گفته می شود که در حال حاضر در هر 60 ثانیه صدها میلیون دلار در این بازارها داد و ستد بازرگانی می شود. برای گفتگوی بیشتر در این مورد مسافرشاه خراسانی مدیر ارتباطات دفتر خدمات مالی ویژن با مثلا آقای خراسانی خوش آمدین. در آغاز در مورد شرکت بر ما بیشتر توضیح بدین. تشکر، درود می فرستم خدمت شما و خدمت تمام بینندگان عزیز شبکه جهانی طلوع نیوز. دقیقا ما میخوایم روی خدمات مالی ویژن بیشتر و بیشتر خدمت شما معلومات اضافه کنم. خدمات مالی ویژن تلاش برای داشت که در سال 2012 روی چگونگی فعالیت ویژن در افغانستان، اولا روی مارکت افغانستان یک سروی را انجام دادن که دقیقاً هایا میتونه که مثلا بازار سهام یا بازار اسهام در افغانستان میتونه که مثلا یک جایگاه و یک درآمدی میتونه برای هموطنان ما داشته باشد، سروی صورت گرفته بود توسط یکی از شرکت های معتبر جهانی و بالاخره در سال 2013 هیئت مدیره خدمات محترم ویژن به بانک مرکزی مراجعه کردند جهت حجز جواز فعالیت کار. بالاخره در اثر سعی و تلاش مکرر هیئت مدیره خدمات محترم ویژن موفقانه در سال 2016 ما اجازه نامه رسمی را از طریق افغانستان بانک به دست آوردیم. خدمات شما چگونه است؟ چگونه خدمات ارائه می کنید شما؟ دقیقا خدمات بازار سهام یا بازار اسهام یک چیز نو است در افغانستان و معمولا کسایی که میخواین مثلا سرمایه گذاری بکنند روی سه شاخص است که ما فورکس، یعنی سه مارکت است، مارکت فورکس است، مارکت نفت است و مارکت اسهار یا هرز ما به اصطلاح میگیم که به اصطلاح انگلیسی بگیم کرنسی. روی سه پروداکت یا سه محصولی که مثلا خدمات مالی ویژن برای هموطنان ما عزیز ما یعنی فعلا در مارکت موجود هست، خدمات ما طوری است که برای از اینکه تجارت نو است، یک چیز نو است در افغانستان و زیادتر مردم افغانستان علاقمند به این هستند که واقعیت از طریق بازار سهام یا استاک اکسچنج بتوانند که به مارکت جانی وصل شوند و معامله خرید فروش بکنند، طبیعی است که ما اولا مشتریان ما را آموزش میدیم که باید با شکل اکادمیک مشتریان ما آموزش ببینند، یاد بگیرند که واقعیت بازار سهام یا بازار اسهام چی است و بفهمند که چه رقم معامله خرید بکنند و چه رقم معامله فروش بکنند. یعنی قبل از اینکه مثلا مشتریان ما بیان امرای خدمات مالی ویژن حساب باز بکنند، ما مشتری را به شکل اکادمیک آموزش میدیم. وقتی که مشتری ما به شکل اکادمیک آموزش دید، بعد از باز میتونه همراه خدمات مالی ویژن حساب باز بکنه. خب یک تجربه نو است، قبل از این در افغانستان چنین تجربه نبود و مردم افغانستان چنین تجربه را اینا ندیده بودن. چگونه بود استقبال مردم و چگونه به این شرکت بین مردم جا پیدا کرد؟ چگونه روی زبان ها افتاد؟ طبیعی است که خودتان میفهمید جهان در حال مثلا به دیکده تبدیل شدن است. آستا آستا
تجارت سنتی یا تجارتی که مثلا نقدی هست، مثلا کش، آستاستا با مرور زمان هست بین میره و تجارت روز به روز طرف جانی شدن میره. او تجارت سنتی که هست روز به روز یعنی طرف عظیم میره که اپدیت شدن میره. بالاخره خدمات مالی ویژن اولین و نخستین کمپانی معیاری و استاندارد است که در افغانستان با شکل رسمی و قانونی در عرصه تجارت آنلاین رسما فعالیت میکنه. ما میخوایم که یک کمی یعنی معلومات در مورد خدمات مالی ویژن بر علاوه سایر معلومات اضافه کنم. خدمات مالی ویژن اولین کمپانی است که ما ده برانچ تنها در کابل داریم و بیشتر از 9 برانچ یا شاخص ما در سایر ولایات افغانستان داریم. چند نفر با شما کار میکنه در مجموع؟ در حدود 350 نفر ما کارمند داریم که در دفتر مثلا در مرکز و سایر ولایات افغانستان هستند، امرای خدمات مالی ویژن کار میکنند و حدود بیشتر از یک سال میشه که خدمات مالی ویژن در افغانستان فعالیت میکنند. خب حالا بانک جهانی برای شما جواز عدم اعتراض فعالیت داده، چرا تا هنوز جواز نداده، رسما جواز رسمی بر شما نداده؟ آیا با این نامه که اینا دادن شما چطور میتونین که فعالیتتون را گسترده بسازین؟ پرسش خیلی جالب است. من میخوام که کمی توضیح بدم. طبیعی است قانون تجارت آنلاین یک تجارت نو است افغانستان و بانک جهانی البته نه بانک مرکزی افغانستان. بانک مرکزی افغانستان یا هر خدمات یا هر کمپانی که در بخش سکتور مالی در یک کشور فعالیت میکنه طبیعی است که زیر چتر بانک مرکزی رسمیت از او شناخته میشود. خدمات مالی ویژن ای که شما میگیم ما مثلا جواز رسمی از طریق افغانستان بانک نگرفتیم، تنها ما اجازه نامه افغانستان بانک داریم، دلیلی است که تجارت آنلاین یک تجارت نو است افغانستان و هنوز افغانستان بانک یا دولت افغانستان بانک، دولت افغانستان برای تجارت آنلاین قانون ندارد. وقتی که قانون موجود نباشد طبیعی است که یعنی با مو شکلی که ما نیاز داریم جواز به دست بیاریم جواز پس تا قانون اگه وجود نداره، لایحه وجود نداره، شما چطور میتونید کارهایتون رو پیش ببرید؟ خدمت شما پیشتر عرض کردم در افغانستان بانک هیچ نوع اعتراضی ندارد. در افغانستان بانک برای ما اجازه رسمی داده. خب حتما باید قانون وجود داشته باشه. طبیعی است که هر کاری که خدمات مالی ویژن میکنه بر اساس یک قانون میکنه و او قانون هم یعنی بر مبنای در افغانستان بانک میکنه. در افغانستان بانک هانچه که نیاز است بر ما اجازه داده که ما با شکل رسمی و قانونی هانچه که مثلا مربوط به قانون افغانستان است ما فعالیت میکنیم، رسما فعال هستیم و از زیر چتر در افغانستان بانک ما نظارت میشیم. خب حالا بر ما بگوین که مشکلاتی که صدر راه شما است در این کار چی است؟ دقیقاً یگانه مشکلاتی که من میخوام خدمت شما به عرض برسانم اویی است که تجارت آنلاین یک تجارت نو است در افغانستان و اکثریت مردم افغانستان علاقمند به این هستند که باید تجارت بکنند و اون تجارتی که مثلا با هندک سرمایه میتونن بهترین سرمایه را به دست بیارن، یعنی یگانه راهی که هست او تجارت آنلاین است. تجارت آنلاین از خود مرز ندارد. تجارت آنلاین تجارتی است که در هر زمان، در هر مکان، در هر جایی که باشیم میتونیم با اندک سرمایه خود بهترین سرمایه پیدا بکنیم. ما فعلا که مشکلات نیست در راه ما. تشکر از حضورتان در برنامه. تشکر از شما. و این هم نرخ شماری از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 69 افغانی و 10 پول، یک یورو 84 افغانی و 20 پول. یک درهم امارات 18 افغانی و 85 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی. هزار تومان ایرانی 16 افغانی و 10 پول و 1000 روپیه پاکستانی 611 افغانی. تا چند لحظه دیگر. واگذاری پروژه تولید برق حرارتی شبرغان. پروژه تولید برق حرارتی از گاز شبرغان به یک شرکت خصوصی داخلی واگذار شد.
پروژه تولید برق حرارتی از گاز شبرغان به یک شرکت خصوصی داخلی واگذار شد. مسئولان وزارت انرژی و آب میگویند که این پروژه در چارچوب برنامه مشارکت عامه و خصوصی به شرکت غضنفر واگذار شده است و 75 میلیون دلار روی آن سرمایه گذاری خواهند شد. از سوی هم مسئولان وزارت مالیه میگویند که با بهره برداری از این پروژه از پروژه 120 کارخانه و بیش از 40 هزار خانواده در ولایت بلخ از داشتن برق دوامدار بهره مند خواهند شد. پروژه برق حرارتی دهدادی شهر مزار شریف که با کمک یک شرکت خصوصی داخلی عملی خواند شد، در چارچوب برنامه مشارکت عامه و خصوصی بیش از 50 مگاوات برق را از گاز شبرخان تولید خواهند کرد. مسئولان وزارت انرژی و آب میگویند که گاز شبرخان در یک لوله با درازی بیش از 90 کیلومتر به این دستگاه حرارتی انتقال می یابد. یک بخش سرمایه‌گذاری از طریق IFC که جزی از بانک جهانی است به شکل قرضه داده میشه. تولید برق در دستگاه در مزار شریف در ولسوالی دهدادی اعمار خواهد شد. در فیز اول همونطور که پیشتر عرض کردم ظرفیت 52 مگاوات است. گاز از منابع داخلی خود ما از شبرغان به طول 94 کیلومتر از طریق پایپلاین ایداست میشه، قسمتش ایداست شده. شلو کلو که دولت تا دو نوع عواید لری، یا عواید دست ده برق ده گاز ده خرچولو لاری منگ تلاس ترازی او بل ها عواید دست ده مالیات و پشکل ده مالی وزارت ده قراردادی شرکت نخلی. در همین حال مسئولان شرکت برشنا میگویند که با بهره برداری از این پروژه هر کیلووات برق حرارتی را از دستگاه حرارتی دهدادی تا 20 سال به حدود 8 سنت خریداری خواهند کرد. تطبیق پروژه بهره برداری و انتقال بعد از 20 سال مطابق توافق پروژه را اینا کمپانی انتقال میتن به دولت جمهوری اسلامی افغانستان که مسئولش پس به مالک شرکت برشنای باشه. دی تخمین په اساس معنی به 300 زره متریک مکعب گاز په طبیعي شکل سره د دی تصدی لوري د دی برق تولید لپاره ورکول کیږي. یو تعهد وجود لري تر څو موږ وکولای شو هغه بل قوه ظرفیت چې موږ په منابعو کې وجود لري لاغه نه موثره ګټه پورته شي. مسئولان وزارت انرژی و آب میگویند که این پروژه در دو سال آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد. آنان میگویند که از 75 میلیون دلار هزینه این پروژه شرکت غضنفر مکلف است که 25 میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری کند و متبقی هزینه آن از سوی یک بخش بانک جهانی پرداخت خواهد شد. برای گفتگوی بیشتر در این مورد عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم با ما هستند. آقای مطفی خوش آمدین. در آغاز در مورد اهمیت این پروژه بر ما بیشتر بگوین. خب یکی از مهمترین پروژه هایی است که مشارکت مردمی در وجود داره، جذب سرمایه گذاری از منابع داخلی، استفاده از منابع داخلی و ایجاد ظرفیت های متعدد در بخش سکتور انرژی و توانمندسازی جامعه که در ساحاتی که منابع طبیعی وجود داره از او ساحات باید یک توانمندی ایجاد شوه و هدف اساسی پروژه ای است که ما بتانیم از گاز خود استفاده بکنیم و این گاز استفاده بکنیم، انرژی را تولید بکنیم و انرژی را در ساحات مختلف از پیشش کار بگیریم. قسمی که شما در جریان هستند توسط این پروژه در حدود 4000 خانواده و مسکن استفاده میکنند و متعدد پروژه های متعدد کوچک در این راستا ایجاد میشه و ما توانمندی را داریم که پروژه های متعدد را در خصوص منابع طبیعی، استفاده از منابع طبیعی و یک مشارکت مردمی و بتانیم از پروژه هایی که ظرفیت های بالقوه‌ای که در سکتورهای متعدد وجود داره از استفاده بکنیم. این پروژه کاملا یک پروژه داخلی است که در حدود 52.8 میلیون دلار از مالیات و در حدود 136 میلیون دلار از گاز، از فروش گاز به دست میآید و بعد از این ما توانمندی زیرا داریم که در حدود 120 فابریکی که فابریکات کوچکی که از 52 مگاوات برق مستفید خواهد شدن در زندگی و رفاه مردم اینجا استفاده خواهد شد و ایجاد اشتغال زایی میشه و ممکن ایجاد فرصت های متعدد کوچک شوه که در زندگی مردم افغانستان رول اون داره. خب این پروژه که ایجاد میشه در کدام ولایت ها میتونه از این پروژه و از این خدمات اینا بهره بگیره؟ در پروژه په ځانګړي توګه په مزار شریف کې ده او په مجموع کې د افغانستان خپل داخلی منابعونه لکه گازونه،
په موثره توګه ګټه اخیستنې لپاره تاسو موږ وکولی شو په انرژي په تولید کې ترې ګټه ترلاسه کړو. ما تاسو ته وویل چې دا په یو داسې اساس باندې طرحه شوې پروژه ده چې د دې ټول منفعت به په افغانستان کې مثلا مالیات به د دې له لارې موږ ترلاسه کړو، ګاز به پخپله هغه ګاز چې موږ بهر ته لیږو دېنه داخله ده چې داخل کې ترې استفاده وشي، د افغانستان منابع ځمکني منابع چې څومره دي له دېنه باید په موثر شکل سره استفاده وشي. نو په هر لحاظ باندې د دې ګټه ډیره ده. په هغه سیمو کې چې دغه پروژه ملکیږي نه یوازې هغه سیم ته بلکې په هغه زون سطح باندې دا یو ډېره مهمه خبره ده چې دا پروژه ملکیږي. نورې داسې ډېر پروژې بالقوه پروژې په پلان کې دي تر څو موږ وکولای شو د افغانستان د خلکو په ژوند کې په سطح کې تغیرات راشي، کار زمینې ورته پیدا شي، عاید زموږ لوړ شي، زموږ د ولس او د دولت ترمنځ چې کوم دغه مشارکت دی اقتصادي مشارکت دی دا پیاوړی شي، د سرمایه ګذاري او د زمینې برابر شي، کوچنۍ سرمایه ګذاري پر خپو ودرېږي. مثلا څومره چې انرژي هلته تولیدیږي هغه انرژي کې به په فابریکو کې ترې ګټه اخیستل کېږي، کوچنۍ فابریکې چې سمی ورته وایي په دې کې به ترې ګټه اخیستل کېږي، نور دې تر څنګ کورونو ته مثلا هغه انرژي رسول. دې تر څنګ نه یوازې په دې سترو پروژو کې لکه دا چې یو مشارکتي پروژه ده چې د قانون پټرولیم وزارت له لورې د ګازو خرڅله د برېښنا له لورې د ګازو د اخیستلو یا پیرېدلو او دې تر څنګ د وزارت مالی له لورې د دې د تطبیق او د دې تر څنګ د اب او انرژي د لورې د نظارت برخه پر مخ وړي، نو دا یو مشارکتي پروژه ده. خب د آخر برق وارداتي که ما ترکمنستان داریم با مشکل روبرو شده که هزینه رو بلند برده و از آغاز جنوری تا کنون در شماری از ولایت‌هایی که این برق میرسه قطع شده. این پروژه چقدر میتونه حداقل به اون ولایتی که برق تولید میکنه بسنده باشه؟ ببینید هدف اساسی است که پروژه تولید گاز، تولید برق توسط گاز یکی از مهمترین فرصتی هست که ما میتونیم در ولایتی که پروژه عملی میشه اونجا از مزیت اقتصادی پروژه مستفید شویم. بحث اساسی است که ای تولید از ماست و سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاری که در داخل یک راهکار و یک چارچوبی میشه که در اونجا گاز از ماست، تولیدی که کس میکنه و شرکت داخلی است و همچنان منفعتی که میگیره از این پروژه مستقیم دولت افغانستان است. از این لحاظ این بسیار اهمیت داره به مو ولایتی که مثلا خود ما تولیدی برق داشته باشیم، هم ارزان تمام میشه، هم از لحاظ استفاده مؤثر در بخش های متعدد سرمایه گذاری های کوچک از استفاده میشه و هم میتونیم بگیم که این مبدل به فرصت های متعددی را بکنیم که در ساحات متعدد ما از استفاده میگیریم. مثلا ساحاتی که برق تولید میشه طبیعی است اونجا برق به صورت منظم میباشه، تقسیم برق بسیار منظم میباشه، استفاده مؤثر در بخش های متعددی مثلا در بخش های سرمایه گذاری های کوچکی که مثلا میشه اونجا دو ساحت از پیشان استفاده بید. یعنی از مزیت اقتصادی هر قدر که بحث کنیم بسیار زیاد است. مالیات یک بحث، یکی از مهمترین بحث است. حالا چه آمادگی های لازم است بخاطر عملی شدن پروژه گرفته شد و چه آمادگی های را شما گرفتین؟ یو تر طول مهم خبره چه در کانون و پترولیم وزارت مسئولیت د گاز و فرهم کولی چه مونگ با منظم و مؤثر شکل سر آقا گاز چه ده دی برق دی تولید لپاره ایرای کو پا دی برخه که زمونگا منظم آمادگی وجود لري، مونږه څومره قرارداد په بنیاد باندې چې څومره ګاز او د ارائه کولو مسؤلیت لرو هغه مسؤلیت به پر مخ وړو. دې تر څنګ ما تاسو وویل چې دا یو مشارکتي د سکتورونو ترمنځ یو مشارکتي پروژه ده چې په دې کې د آب و برق وزارت د یو نظارتي په حیث باندې دې تر څنګ د برېښنا ریاست د برق د تولید یا د برق د اخیستونکي په حیث باندې او دې تر څنګ قانون پټرولیم وزارت د ګاز د خرڅونکي وزارت مالی د دې پروژې د تطبیقونکي په توګه باندې کارونه پر مخ وړي. دا مستقیما د دې ګټه د افغانستان ولس ته، د افغانستان خلکو ته ده، تر څو موږ هلته په توانمندي هغه فرصتونه چې موجود دي په کوچنیو سرمایه ګذاریو کې ترې ګټه واخیستل شي.
مالیات لدین را ټولیږي د ترڅنګ نور متعدد پروژو ته زمينه برابرۍ یعنی دا د افغانستان د حکومت د هغه تعهدات په بنیاد باندې پروژې چې چقدر میتونې پروژو را افزایش بتیم که ما بتونیم ممی کمبود برقی که داره عملا در گزارش دیدیم که در ولایت هلمند در روز یک ساعت اینا برق دارن ما چطور میتونیم همانند از این پروژه در دیگه ولایت ها ما این پروژه را آغاز کنیم د افغانستان حکومت په دروستو کې د افغانستان له منابعو نه په مؤثر توګه ګټه اخیستنې لپاره ډیر منظم تګلارو باندې غور کړی دی تاسو ولیدل چې په اقتصادي پالیسیو کې ډیر مثبت تغیرات راغلي زموږ ډیر اقتصادي پروژې په تحرک باندې راغلي د دې اقتصادي پروژو د ګټه اخیستنې لپاره زمینی برابر شوې دي ترڅنګ موږ په خپلو منابعو متکی کېدو خواته دي ترڅنګ د خپلو منابعو نه په مؤثره شکل سره ګټه پورته کولو لپاره په مختلفو راهکارونو باندې او په مختلفو مزایو معنی کار وکړو تر څو موږ کولای شو له منابعونه مؤثره ګټه ترلاسه کړو او وکولای شو د خلکو په ژوند سطح کې تغیر شي د کار زمینی برابر شي اواید موږ لوړ شي مثلا همدغه پروژه چې ده دا پروژه کېدلی شي چې د افغانستان د نورو پروژو د تحرک لپاره زمینه برابره کړي او دا نه یوازې داسې یو پروژه ده چې په دې برخه کې د عملي کېدو بلکې نورې داسې متعددې پروژې شته چې په ډېر ژر به انشاءالله امضا شي په قانون پټرولیم وزارت چې کوم مسؤلیتونه د صنعت استخراجي برخه کې لري متعددو پروژو باندې غور شوی دی تاسو معلومه ده په شورای اقتصادي کې ډیرو مهمو پروژو باندې غور شوی تر څو موږ هغه پروژې ادا کړو د افغانستان د حکومت هدف هم دا دی تر څو موږ په اقتصادي پالیسۍ کې هغه مثمر او مؤثره تګلارې چې د هغې نه کار واخلو تر څو د افغانستان اقتصاد په خپو ودرېږي د افغانستان اقتصاد تحرک پیدا کړي او موږ وکولای شو د خپلو منابعو نه په منظمه توګه ګټه ترلاسه کړو په صحیح توګه ګټه ترلاسه کړو او ټول هغه ابعاد د سرمایه ګذارۍ د جذب لپاره چې دي هغې نه ګټه ترلاسه کړو او د سرمایه ګذارۍ جذب سره ګټې ډېرې مؤثرې ګټې موږ ترلاسه کولای شو موږ کولای شو نه یوازې دا پروژې بلکې له ډېرو داسې نورو پروژو نه ګټه ترلاسه کړو تر څو د خلکو په ولس په ژوند کې منظم تغییر راشي و در پایان برنامه مرور داریم بر فشرده خبرها یک شرکت خدمات مالی برای سرمایه گذاران و جوانان کشور زمینه های سرمایه گذاری در بازارهای سهام جهان را فراهم ساخته است. پروژه تولید برق حرارتی از گاز شبرغان به یک شرکت خصوصی داخلی واگذار شد. نامزد نشدن قالین افغانستان در رقابت بهترین قالین های جهان در نمایشگاه دوموتکس اثرات منفی بر بازار فروش خارجی قالین کشور خواهند داشت. و شماری از باشندگان شهر لشکرگاه هلمند از کمبود برق در این شهر شکایت دارند. این بود بازار امشب تا برنامه بعد خدا نگهدار.